اقامت ترکیه که هر روز سخت‌تر میشه و یه تغییراتی دارن توش انجام میدن. حالا دیروز هم نخست وزیر ترکیه تو نشست مطبوعاتی یه سری قوانین رو گفت که باید اینا رو بدونیم قبل مهاجرت. اولین تغییر در مورد خرید خونه‌های قیمت پایه بود که قبلا با 10,000 20,000 دلار هم میشد خونه خرید و اقامت تاش ماز گرفت، که اینو تغییر دادن تو شهرهای بزرگ بالاتر از 75,000 دلار رو، تو شهرهای کوچیک بالاتر از 50,000 دلارش کردن. و البته کسایی که تا قبل از 5 می خونه خریدن میتونن تمدید بکنن یا اقدام بکنن، ولی کسایی که بعد 5 می 2022 خونه خریدن باید ارزش خونه شون بالاتر از 75,000 دلار باشه. و البته این سوالی که میپرسم، میتونیم چند تا خونه داشته باشیم که مجموع ارزشش بالاتر از 75,000 دلار باشه؟ جواب اینه که نخه، چون خونه ای که توش ساکن هستین و خریداری کردین تو سیستم ثبت میشه، ارزش اون خونه باید بالاتر از 75,000 دلار باشه. البته نخست وزیر تو نشست مطبوعاتی هم یه هشدارهایی داد در مورد اقامت تحصیلی. کسایی که اقامت تحصیلی گرفتن و اینجا دانشجو هستن، وسط تحصیل به هیچ عنوان نمیتونن درخواست اقامت توریستی بکنن، و البته وسط تحصیل ایلیشکی کسیمک یا ارتباطشون از دانشگاه قطع بشه، باید خاک ترکیه رو بلافاصله ترک کنن. و در مورد اقامت درمانی هم، قبلا یه سری آدما مدارکی جعل می‌کردن که اقامت درمانی می‌گرفتن. بعد در مورد اونا هم یه هشدارهایی داد که در صورت مشاهده بلافاصله دیپورت خواهیم کرد، و بعد تموم شدن اقامت درمانیشون هم نمیتونن درخواست اقامت توریستی بکنن. در مورد شهروندی هم که دیگه اینم یه تغییر خیلی بزرگ بود، مبلغ رو از 250,000 دلار به 400,000 دلارش کردن. یعنی کسی که میخواد شهروندی ترکیه رو بگیره باید خونه ای بالاتر از 400,000 دلار خرید بکنه. در مورد تمدیدی هم هیچ چیزی اعلام نکرد و تو سایتش هم فعلا هیچ خبری اعلام نکردن که تمدیدی ها رو انجام میدن یا اونا هم ریجکت میشن. و البته دوستایی که تو این مدت درخواست اقامت دادن یا تمدید کردن، جوابی که گرفتن رو تو کامنت برامون بنویسن، هم ما استفاده کنیم هم بقیه دوستان. لایک و سیو و شیرم یادتون نره، کپشنم حتما مطالعه بکنید که تکمیلش اونجا نوشتیم. در پناه.